مسئله 2.20. این مسئله میگه یک نیروی 800 نیوتونی داریم. این نیروی 800 نیوتونی رو برید در جهت محور مختصات آبی که کارتزیان نیستن و هم عمود نیستن حساب کنید و همچنین مؤلفه عمود بردار آر رو یا بردار 800 رو در جهت خط آ پیدا بکنید. خب برای قسمت الف که میخواد مؤلفه ها رو در جهت آبی پیدا بکنید، راحت ترین راه استفاده از قانون سینوس ها توی مثلث است. یعنی من موازی این محور مختصات روی دیگری رو ترسیم میکنم، اینجا یک مثلث ایجاد میشه که توی این مثلث زاویه 30 درجه اینجا داریم، یه زاویه 110 درجه اینجا داریم، این هم زاویه مکمل زوایای مثلث، یعنی 110 به اضافه 30 میشه 140، پس اینجا هم بایستی 40 درجه باشه. خب الان این طول رو من اگر بخوام حساب کنم که در اصل تصویر در جهت ضلع B هست، یه محور B هست، و این طول هم که تصویر در جهت محور A هست، میتونم حسابش بکنم از قانون سینوس ها توی مثلث استفاده میکنیم و این ضلع هم که طولش هست مقدارش 800 نیوتن. خب پس من مینویسم 800 به سینوس زاویه روبرو که هست سینوس 40 برابر با، خب این زل که هست اف بی اسمشو بذارم، اف بی به سینوس زاویه روبرو که هست سینوس 30 درجه و برابر با زل دیگه که هست اف آ این او این طول به سینوس زاویه روبرو یعنی سینوس 110 درجه. خب میتونم اف بی و اف آ رو به راحتی پیدا کنم از پس سابقه قرار دادن این دوتا، میتونم اف بی رو حساب کنم و بعدم از تساوی قرار دادن این دوتا میتونم اف آ رو حساب کنم. خب اف بی رو حساب کنیم، اف بی میشه 800 ضرب در سینوس 30 درجه که میشه 400 تقسیم بر سینوس 40 درجه میشود 622 ممیز 3 دهم نیوتن. و اف آ رو اگر بخوام حساب کنم مقدارش میشه 800 ضرب در سینوس 110 درجه تقسیم بر سینوس 40 درجه میشود 1169.5 نیوتن. این اف آ و اف بی. خب قسمت بعدی گفته بود که میخوایم این نیرو رو تجزیهش بکنیم، نیروی 800 رو تجزیهش بکنیم در جهت آ، در این جهت، یعنی این اگر پروجکشن یا عمودش رو بخوایم، تصویر شدهش رو بخوایم، این رو لازم داره. خب به راحتی میتونیم بگیم 800 ضرب در کوسینوس 30 درجه مقدار پی آ رو به ما میده، یعنی پی آ میشود 800 ضرب در کوسینوس 30 درجه، مقدارش رو حساب کنیم، 800 ضرب در کوسینوس 30 درجه میشود 692 ممیز 8 نیوتن.